<applause> الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله الله عاملنا الله، الله به فضلک و لا تعاملنا به عدلک به نام پروردگار مهربانی ها سلام نازنین همراهان به وقت بیداری به گفتگوی امشب خوش آمدید آرزو که همه شما در هر جایی که هستید صحتمند و سلامت باشین تا و عبادات شما بزرگواران در این ماه مبارک مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه انشالله تشکر میکنیم که همچنان با پیامهای ارزشمند خودتان ما را مورد تفقد خودتان قرار میتیم با افتخار همراه شما عزیزان امشب برنامه ما میزبان جناب استاد رسولی عزیز هست سلام علیکم استاد خوش آمده علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشین قبول باشه تا عبادت سلامت باشین عزیزان با دیدن شما در برنامه منتظر هستن که امشب به سوالات احکام میشن ان شما پاسخ میتین و به صورت فوق العاده امشب در خدمت شما هستیم سوالات زیاد بود و تصمیم گرفتیم که امشب هم با کسب اجازه از جناب استاد عزیز که اینجا تشریف ندارن و حتما برنامه را همراهی میکنن Uh, میخوایم که سوالاتی که بیشتر مربوط هست به این روزهای از ماه رمضان سوالاتی در مورد کفاره روزه فطریه روزه و سوالات از این قبیل انشالله از شما عزیز استاد عزیز پرسان کنیم موافق هستین بله بله سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلوات و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و همراهان همیشگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق پیروز شادکام و آرزومند استیم که مثل همیشه ما و مجموعه از دای خیرتان فراموش نمی کنین. در خدمت تان هستیم سلامت بشین استاد قبل از اینکه ما سوالات به ترتیبی که آماده کردیم در خدمت شما استاد عنوان کنیم من میخوایم که با کسب اجازه از شما استاد محترم و خواهش میکنم. همه همکاران ارجمندم در این سدی به وقت بیداری این برنامه را تقدیم کنم به همه عزیزانی که موفق نشودند در این ماه رمضان روزه بگیرن نه که خدای ناخواسته اینا نخواسته باشن روزه بگیرن میخواستن اما نتوانستن مریض حال بودن بالاخره کولت سین داشتن پدران و مادرانی که حسرت این روزه بله. را رو دارن به دل اما نتوانستن اطفالی که دوست داشتن روزه بگیرن اما هنوز بدنشان توانایی این را نداشت که این روزها را رو بالاخره طاقت بیارن و روزه بگیرن نظر شما چی است استاد من امشب خواستم این رقم آغاز کنم که ده این روزها حسرت به دل هستن که ماه رمضان رو به اتمام هست و این عزیزان بالاخره موفق به داری نشودند خدمت شما ارز کنم که در کل قاعده هست و او قاعده این است که انسان بعد از که در یک موقعیت قرار میگیره و موقعیت از دستش میره بعدا حسرت بخوره انسان افسوس و آه میکشه که یک از این جاها در آستانه قیامت و در هنگام قیامت است که یک از نام های قیامت هم یوم الحسره در اونجا انسان ها حسرت بخوره کلگیش چه خوبان عالم و چه بدان عالم بدا که میگه خاک بر سر ما چی شد نتونستیم طاعت کنیم بندگی کنیم کرنش <تصفح> کنیم نیایش کنیم دست فقیر رو بگیریم هر حال با خودمون مشغول بودیم خوبانم حسرت میخورن میگن ای کاش بیش ازی که ما میتوانستیم انجام میدادیم ولی در ماه مبارک رمضان به هر حال کسایی که در ظرف ماه مبارک رمضان و در این ماه بر مریض بودن به هر حال بیمار بودن مسافر بودن توانایی روزه گرفتن را نداشتن اما یک نکته را فقط نباید فراموش کنن که هنوزم وقت هست اگر بازم توانایی گرفتن روزه را ندارن توانایی کارهای دیگر که میتونن داشته باشن قرائت قرآنی باشه دعایی باشه نیایشی باشه گرفتن دست یک بینوا و فقیر و بردن تعام سر سفره کسایی که واقعا سفرهشان خالیه میشه تا حدودی نگرفتن روزه را این رقم جبران کرد اگر چه هم که روزه دارم باید این کار را چه انجام بده تا در قیامت به حسرت همیشگی انسان دچار نشود بسیار تشکر خواهش میکنم آخر ماه رمضان هست و احساسات ما کمی بیشتر تراوش میکنه به خاطر که ما در, در حال خداحافظی و ودا هستیم بله. ماه مبارک شب قدر پشت سر گذاشتیم و معلوم نیست که سالی هم بتوانیم زنده باشیم و ای ماهر این ماه روزه رو درک کنیم که باشه اگر هم نبودیم انشاءالله که در این ای ماه رمضان خداوند آنچه که میخواییم به ما انایت کنیم انشاءالله سوال اول از عزیز دل ما همراه همیشگی برنامه مصبت نوه دوسته هشت چار شماره آخر نمبرشان ایشان 77, 8, 8, سوال کردند که این سوال بسیار از عزیزان هست که فطریت چی زمانی واجب میشه و مقدار آن فی نفر چقدر میشه؟ بسیار سآل خوب سال خوبی است و خوب با توجه به اوضاع و احوالی که در پایان ماه مبارک رمضان قرار داره قطعا این سوال خلق میشه بینندگان عزیز و همراهان همیشگی و جناب ناصری عزیز فطریه فقط شب عید فطر یعنی اونم شبی که فردایش قراره عید فطر باشه غروب شب عید فطر فطریه به گردن انسان واجب میشه هم به گردن خود انسان و هم از طرف کسایی که نانخور انسان حساب میشه این که میگیم نانخور انسان حساب میشه خود زن و بچه و اگر کارگری باشه که مدت ها در خانه انسان بود و باش داره نانخور انسان حساب میشه کوچیک و بزرگ و شیرخار و, و فرق نمیکنه تازه متولد شده هیچ کدومش فرقی نمیکنه حتی اگر یک غیر مسلمانی نانخور انسان باشه كف... یعنی فطری از او به گردن انسانی که غذا میته و اونا رو نان میته به گردن از چی میشه واجب میشه بلد. پس بنابراین فعلا شب یعنی چند شب شما درست فعلا فطری به گردن کسی واجب نیست. پس شامی که فردایش میشه روز عید فطر فطری به گردن انسان واجب میشه حتی گفتیم اگر یک غیر مسلمانی هم نانخور انسان حساب شود فطری او به گردن انسان واجب میشه مقدارش هم خب همون رقم که شما مستعزلید و بینندگان عزیز ما در جریان هستن یا سه کیلو گندم سه کیلو آرد سه کیلو خدمت شما چیزی که تعام باشه یا قیمت از اینا را باید به فقیر بتیم البته ای که میگیم سه کیلو گندم یا سه کیلو آرد سه کیلو گندم یا آرد معمولی چون در بازار هم اون رقم خیلی بالایش هست و هم اونایی که سطحش بسیار پایین است که برای کفتر و نمیفهم کبوتر و چیزهای دیگه بله. نه معمولی او چیزی که معمولی همون رو باید انسان به فقیر بده یا قیمتش به فقیر بده فی نفری 3 کیلو حال ممکنه در شهرهای مختلف ما نمیتونیم بگیم مثلا فعلا نفر 200 اوغانی یا 100 اوغانی یا 150 اوغانی, اوغانی چرا چون در شهرهای مختلف ممکنه قیمت گندم یک مقدار با هم دیگر چی کنه؟ تفاوت کنه بسیار کار راحت است انسان سر میزنه در بازار امیر خب که خانمی سر در بازار یک گندم معمولی را قیمت میکنه هر چی که قیمت بود سه کیلو از امو گندم پولش یا خودش به فقیر میده بله. بله الحمدلله به فضای مجازی و اینترنت که در اساس سر از هست بالاخره نظر مراجع به صورت مستقیم اعلام میشه بله اعلام میکنه استاد یک از سوالاتی که پیرامون فطریه هست و فرمودید که فقط در شب اید واجب میشه به هر کس و در به شخصی که در واقع نان دهنده خانواده هست کسانی که مهمان هستند مثلا بنده قصد دارم در ماه مبارک شاید یک روز دو روز مانده داخل آخر ماه مبارک مسافر شوم جای بالاخره مهمان شوم آیا فطریه بنده و خانواده بنده ده؟ به گردن صاحب خانه است یا خیر در این زمین حضرت آیت الله العظمی سیستانی میفرماید میگه فطری مهمانی که قبل از غروب آفتاب با اجازه صاحب خانه آمده و در خانه از بنده خدا افتارم کرده و توریه که خدمت نانخور حساب میشه فطریه ازی به گردن صاحب خانه هست پس هم یک شو. او چی برسه او مهمانی که چند شب مانده اونجا او قطعا خدمت شما ارز کنم که او نانخور حساب میشه و فطریش به گردن صاحب خانه ها. در همینجا حضرت آیت الله لازمه سیستانی میفرمد و اما مهمانی که ما فقط برای شب افطاری دعوتش کردیم اتفاقا عموم شب شب عید چی میشه فطر میشه هست دیگر زنگ میزنه میگه فلانی شب بیا خانه ما بر افطاری فلانی تو بیا تو بیا تو بیا چند نفر دعوت میکنی یک افتاری میده که چقدرم هم ثواب داره و روایات در این زمینه ما در منابع اهل تشیع و اهل سنن زیاد داریم که بسیار دادن افتاری ده. و جمع کردن یک دی سر یک سفره خیلی ثواب داره حضرت آیت الله سیستانی میفرم چنین اشخاصی نانخور عرفی حساب نمیشه. بنابراین فطریش هم به گردن کسی نمیشه ما دیدیم دیگه نفرار را خط خودشان یک دن خورما میارن در راه افتار میکنن در را آو میخورن بعد در خانه ایزی خدا میارن منتظر میشن که آفتاب چی کنه غروب کنه مغرب شوه از آن بتن بعد وارد خانه طرف شوه این گپا هیچ کدومش لازم نیست. <تصفيق> <تصفيق> نیست کسی که فقط برای افطاری او شب دعوت شده هیچ کدوم از این کارا لازم نیست بینندگان عزیز با خاطر جمع میتونین برین افطار کنین و جناب ناصری عزیز عزیز بنده و بیرند شما بعضی طرزی که فطری کسی به گردن ما نشود نشوه که سفره نندازین نه سفره بندازین دعوت کنیم در او یک شب فطری کسی به گردن شما نمیشه خاطرتان جمع باشه بسیار بس لطف کردین بس. استاد خواهش با توجه به تایم برنامه من یک سال دیگه از شما دارم ان شاء بعدش میریم به یک من برنامه رو میبینیم خیلی متاسفم مثبت نواد است اگر هم نرسیدیم به پاسخش ان در بخش بعد خواهش میکنم مثبت مصب... 76 چهار و آخر 2299 عزیز منتظر باشم با در بخش بعد ان از شما خواهیم پرسید ان شاء الله این میون برنامه عزیزان همکار ما در اتاق فرمان آماده کردن با عزیزان بشنویم و ببینیم و ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود سلام با ما باشید با وقت بیداری در یک شنبه شب دیگر اللهم محمد المصطفى زان در میان شعله خاکستر شوم یا ببخش این بنده را آدم شوم بهتر شوم بنده بد را زدن کاری ندارد تو نزن جای آن را هم بده در خانعت نوکر شوم عرض درود و احترام مجدد و تمامی شما همراهان پیشانی بلند و روی سپید شما که افتخار روزداری و بندگی در این ماه تقدیم شما عزیزان کرد با شما هستیم به وقت بیداری در, در این شب که با به وقت بیداری مخصوص پاسخی به سوالات حکام شما عزیزان آماده کردیم و جناب استاد رسولی عزیزم دعوت ما لبه گفتن در این برنامه هستن سوالات خودتان به این نمبر بفرستید مصبت 964 780 255 چهل سیزده جناب استاد عزیزم در خدمتتون عزیز دل ما که نمبرشانو خواندم شما سوال کردن که آیا فطریه می شود در ساخت مسجد و یا یک بنای بالاخره عمومی ازش استفاده شود یا خیر خدمت شما ارز کنم که اگر چه زکات که هشت مصرف داره این زکات معمولی که به نوع چیز تعلق می گیره خب یکی از موارد مصرف زکات زکات در چیزهای عمومی است یعنی پروسه ها و پروسه های عمومی مثل مسجد حسینی و پل و پلچک و چیزهای دیگه ولی زکات فطره را حضرت آیت الله العظمه سیستانی حفظه الله تعالی می که بنابر احتیاط واجب فقط و فقط باید به فقراء شیعه بتن و دیگه صرف ساختن مسجد و حسینی و پلچک و جاهای دیگه نباشه پس بینندگان عزیز فقط و فقط باید زکات فطره فطریه به هم زکات فطره بگن و هم فطریه میگن باید به فقرا داده شود و در مسیر دیگه هم خرج نگردد عزیز دل ما با نمبر مثبت 9377 چون شماره آخر 1032 سوال کردن که مادر من خدا ان همه مادرها را اللهم صل علیه بر سر ما نگه دارن و گفتن که مادر من روزه گرفتن نمیتونه آیا باید کفاره بدهد یا خیر البته این مادری ای که سوال شده شاید از اون مادرای لجباز و از اون برخی پدرای لجباز دیده, دیده که بسیار اوضایش خرابه به هیچ عنوان روزه گرفتم نمیتونه اما لج خود مقصد سر میرسانه که نه ما باید روزه بگیریم بیننده عزیز پدر مادر کسی که کهولت سین داری اما خدای تبارک و تعالی که گفته روزه بگیر اما خدای تبارک و تعالی فرموده و علی الذین یطیقونه فدیه تعاون مسكين گفت کزایی که روزه گرفتن خیلی برایشون سخت است روزه گرفتن واجب نیست حالا که روزه گرفتن واجب نیست ای که پدر یا مادر یا کهن سال یا پیرمرد یا پیرزن دو حالت میتونه بیشتر نداشته باشه جناب ناصری عزیز و عزیز یک اصلا و ابدا جناب ناصری نمیتونه روزه بگیره به هیچ عنوان روزه بگیره میفته سرچرخی میگیره چشمای سوز میشه چشمای سیاه میشه دیدین دیگه بعضی جا. از جای خود بالا شده نمیتونه اگر مادری یا پدری این رقم وضعیت داشت که به هیچ عنوان نتونست روزه بگیره هیچی برش واجب نیست هیچی برش واجب نیست نه روزه واجبه نه کفاره واجبه نه فدیه واجبه هیچ واجب نیست التماس دعا همون خدایی که گفته بگیر فعلا میگه نگیر ما عبدیم بله. ما بنده ایم هر چی که خدای تبارک و تعالی اراده کنه بگیم سمعا و طبعا. طاعتا حالت دومش میشیست که <تصفح> تا میتونه خیلی برش سخته آب دانش دا از یک طرف ممکنه بره او چیش میشه از یک طرف ممکنه بره بیت خوب را رفتن نه دیگه دیدین دیگه در این میفرمایند که روزه گرفتن واجب نیست اما این نفر به ازای هر روز که روزه نمیگیره 750 گرم تعام باید به فقیر بده که بهش میگن فتیه فدیه روزانه یعنی به ایضای هر روزی که نمیتونه روزه بگیره باید 750 گرم به طعام به فقیر طعام بده چیزی دیگه نیست بس. بعد ها حضرت آیت الله العظمى سیستانی بفرمایید که بعد ها مگر امی شخص توانایی روزه گرفتن رو پیدا کرد باز هم قضا کردن واجب نیست بله بل. تشکر همراه ارجمند و محترم برنامه از کشور امارات با نمبر مثبت و 55 شماره آخر 20, 2027 سوال کردن که آیا اگر روزدار خود را داخل حوز یا دریا بندازه روزش باطل میشه آخر خدمت را ارز کنم در این زمینه حضرت های الله لزما سیستانی یک مقدار فتفایش با بقیه مراجع فرق دارد بینندگان عزیز بسیاری از مراجع می که یکی از باطل کنندگان است که انسان سر خودش را عمدن داخل او فرو ببره حالا چی از این طرف شیر میزنه چی با پای خودش رو میندازه بالاخره سرشم زیر آب قرار میگیره خب بیشتر مراجع میفرمایند که این روزه رو چی میکنه باطل میکنه ولی حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمایند که روزه رو باطل نمیکنه و جز باطل کننده روزه نیست اما این کار در زمانی که ما روزه داریم خود داخل او پرتیم چی با سر پرتیم چی با پای پرتیم چی با یک بغلکی یکی پرتیم بالاخره یک طوری پرتیم که کلی سر هم چی شوه زیر او شوه میفرمه کراهت شدید داره ای کار کراهت در عبادت حبیب رحم که شما در جریانین و بینندگان ما در جریان هستن کراهت در عبادت به معنای ایه که ثواب چی میکنه کم میکنه یعنی درجه ثواب میاره همینطور پایین بنابراین اگر کسی دعا پرت خودش غسل کنه هیچ مشکلی نداره ولی کراهت داره کار خوب نیست ولی روزه را باطل نمیکنه البته ای که میگیم باطل نمیکنه به شرطی که او داخل داخل دهان انسان نرود که اگر او داخل دهان انسان برود و عمدن باشه خب او روزه را از جهت خوردن و آشامیدن باطل میکنه از جهت دیگه باطل نمیکنه بله بسیار تشکر مصبت نوی در سال و شماره آخر پنج عزیز دل ما از کشور از افغانستان سوال کردند که اگر شخصی تنگی تن نفس داشته باشه و مجبور شود از پودرهای تنفسی اسپری های تنفسی استفاده کنه آیا روزش باطل میشه خیر؟ خدمتتان عرض کنم که خدا همه بیماران جناب ناصری صاحب و بینندگان از همه بیماران شفای عاجل و صحت کامل مرحمت بفرماید بیماری کلگی سخت جناب مخصوصا بیماری که تنفسی بیماری آسم هرچی انسان عمیقتر نفس میکشه کمبود اکسیژن بیشتری چی میکنه؟ احساس میکنه خب خدا ان الله همه بیماران شفا یاد و سعادت و محمد فرماید حضرت آیت الله العظما سیستانی در این زمینه میفرمایند جناب حسینی که جناب آقای ناصری استعمال اسپری همین ها اسپری های سال میگه چی میگه که میزنن و خلاصه پودرش استنشاق میکنه اول که اینا غبار غلیز نیست یعنی غبار غلیظ روزه را چی میکنه رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل میکنه اولش که اینا غبار غلیظ نیستن بعد در می فرماید که وقتی ما اسپری استفاده میکنیم اسپری وارد به اصطلاح مری نمیشود که مجرای رفتن غذا به معده ی. بلکه وارد نای میشود که از نای وارد چی میشه ششا میشه بله. چون میگه وارد نای میشه که بعد وارد ششا میشه از این جهت روزه رو باطل نمیکنه پس کسی که تنگی نفس داره بینندگان عزیز خدا شفای عنایت کنه ولی اگر در طول روزه داشتن استعمال اسپری روزه را باطل نمیکنه ولی دود چلم یا قلیان یا دود سیگرت یا سیگار اینا غبار غلیزه رساندن اینا حلق بنابر احتیاط واجب روزه را چی میکنه باطل, باطل میکنه پس اسپری میتونه استعمال کنن که خدا شفای عاجل و صحت کامل مرحمت بفرماید بسیار لطف کردم خوش استاد با توجه به وسعت بیننده های ما که در نقاط مختلف دنیا تشریف دارند و برنامه را دنبال می چه فضای مجازی چه از این رسانه جهانی نه نه. من اجازه میخوام که پل های ارتباطی که در فضای مجازی ما داریم بهشان اعلام بکنم شما می توانید این برنامه و دیگر برنامه های رسانه جهانی هادی از طریق آپارات فیسبوک اینستاگرام و یوتیوب با سرچ کردن موضوع برنامه ها انشاءالله دنبال بفرمایید هم خودتان هم عزیزانتان که به این قبیل برنامه ها علاقه من هستند ما همچنان سوالات احکام شما عزیزان ها. با ذکر نمبر از استاد عزیز میپرسیم و جوابهایش های با بالاخره با حوصله و بسیار خلاصه تقدیم میکنند جناب استاد عزیز دل ما از برادران اهل سنت و جماعت سوالی دارند نمبر ایشان مثبت 93 هفتاد چهار شماره آخر هفتاد یک چیل سال کردن که من دندانم درد میکنه و پرسیدن که آیا کشیدن دندان در ماه روزه روزه رو باطل میکنه یا خیر ما تشکر میکنیم از برادر اهل سنت و جماعتی که به شبکه ما اعتماد دارن بسیار تشکر میکنیم که سوالاتش از ما میپرسه و ما می سوالات از طبقه فقه خودشان جواب بدیم یعنی ما اشراف داریم بر مطالب و کتاب برادران اهل سنت و اگرم هم قضیه بر ما حل نشد خب الحمدلله و المنه ها از دوستای ماست ما با اینا در تماس میشیم و سوالات از اینا میپرسیم و کاملا مطلب وقتی که بر ما روشن شد خب بلی جواب از اینا رو میریم. و این باعث افتخار ماست که خدمت شما ارز کنم ما مسلمان و دو مذهب درست است که هلی. ما اختلاف داریم هیچ اختلاف مشکلی نداره همچنان که خود برادران اهل سنت چهار مذهب هستند بین خودشان چی دارن اختلاف دار، اختلافات فقهی است برداشت های فقهی هیچ مشکل خاصی نداره ما با توجه به تحقیقاتی که کردیم و از مولوی صاحبم پرسان کردیم فرمودم که اگر امکانش داره که کشیدن دندان پرتن با بعد از افطار خب چی بهتر ولی اگر نه دیدم که دردش واقعا طاقت فرسایه و گولی هم نمیتونن بخورن چون به معنی که گولی بخوره انسان قرص بخوره یا هر چی باشه به با معنی که برای پایین این روزه رو چه میکنه باطل میکنه اما همین شخص میتونه در ماه مبارک رمضان بیننده عزیز دندان خودش بکشه در عین حالی که آمپول زده میشه یعنی طبق مذهب امام ابو حنیفه زدن آمپول و کشیدن دندان روزه رو باطل نمیکنه البته به شرطی که گفتم محتویاتی که وارد فضای دهان میشه یا خون یا آب یا هر چیز دیگه اونا پایین نرود که اگر پایین برود خب از اون باب دیگه که خوردن و آشامیدن میشه روزه رو چی میکنه باطل میکنه ولی خود کشیدن دندان و آمپول زدن روزه رو طبق مذهب امام ابو حنیفه باطل نمیکنه نمی. در ادامه سوالی برادر عزیز ما عزیز دیگری با نمبر مثبت 93 70 شماره آخر 17 84. سوال کردن که اگه کسی در ماه رمضان دندان شوه آیا میتونه گولی بخوره که دندانش بالاخره تسکین بیابه یا خیر صبر کنه تا بعد از بله خدمتتون عرض کردیم که خوردن گولی خوردن شربت و هر چیز دیگه ای که خوردن باشه روزه رو متاسفانه چی میکنه باطل. باطل میکنه یعنی خیلی طاقت فرسا شده مجبور شده گلی بخوره خب چاره ای نداره میتونه گلی بخوره ولی روزش چیه باطله پس بنابراین بهترین راه همونیه که بکشه یا, یا کدام آمپول یا پیچکاری بزنه که فعلا موقتاً دردش چی شوه ساکت شه بسیار تشکر خواهش میکنم با شما هستیم در 26 شب از ماه مبارک رمضان خداوندا خداوندا یاریم کن که روزه و شب زنده داریم در این با مقبول درگاهت واقع شود ای معبود جهانیان يم یاریم کن از خواب غفلت بیدار شوم و گناهانم را بر من ببخش تشنه ام دریا دریای رحمت الهی با جسمی گنهکار خود را به ساحل این دریا رساندم تا در آبش تطهیر کنم درود و احترام فراوان محضر یکایک که شما خوبان شما همراهان بسیار نازنین رسانه جهانی هادی که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم همچنان همراه به وقت بیداری هستید مثبت 964 780 255 413 را لطف کنید فراموش نکنید از این راه ارتباطی استفاده بفرمایید سوالات احکامتان مانند عزیزانی که از ابتدای برنامه نمبرهای های اونها را به همراه سوالاتشان ماده ای برنامه خواندیم و از استاد محترم هم خواستیم پاسخ بتن حتما سوالات شما را ما دهی برنامه مطرح میکنیم شما میتوانید همچنین از این پل ارتباطی برای انعکاس نظرات خودتان در مورد برنامه ها انتقاد ها ها و تشکری که از همکاران ما در برنامه دارید حتما استفاده بفرمایید جناب استاد مصوی استاد رسولی عزیز سوالی که بنده دلیل از, از شما میپرسم سوالی است که از عزیزان ما در کشور فرانسه از ما بالاخره خواستن تا از شما پرسان کنیم مثبت سه چهل و نه چهار شماره آخر پنجاه و شش صفر دو سوال کردن که من به تایم هایی که از آن مغرب پخش میشه در کشور حالا شاید در اون محلی که هستن زیاد اعتماد ندارم تکلیفم چی است برای بالاخره افتار کردن برای نماز خواندن بفرمایید بسیار عالی خدمت شما کنم حالا که چرا اعتماد ندارن خب نگفتن به صورت مجمل است ما وارد از قضیه نمیشیم که چرا اعتماد ندارن ولی خب شخصی اعتماد نکرد که این که از آن مغرب میگه مغرب شده یا مغرب نشده قبل از اینکه ای تایم گفتن اوی گپا باشه یا قاعده کلی شهر مقدس برای ما چی داده ارائه داده دل. زمانی که خورشید به طرف غرب غروب میکنه که از ما این طرف است دیگه درست به طرف غرب غروب میکنه همون هنگام غروب خورشید یک به اصطلاح سرخی به طرف راست می، میفته سرخی به طرف راست به طرف مشرق سرخی میفته این سرخی میت کم 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 بالا که بهش میگن در کتابای فقهی میگن حمره مشرقیه یعنی سرخی که از طرف چیه مشرق بالا میشه این سرخی میت کمک 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 کم 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 میه بالا میه بالا میه بالا به بالای سر انسان میرسه از بالای سر انسان که رد شد سرخی به طرف خود خورشیدی که غروب کرده اول نماز مغربه این سرخی هم میره 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 تا کاملا به خود طرف طرفی که خورشید غروب کرده به اونجی میرسه بعدم با سرخی تبدیل به سفیدی میشه و یک دیگه سیاه میشه و کلا شب تاریک میشه پس نکته اساسی است که نماز مغرب اول نماز مغرب و افتار زمانی که حمره و سرخی که از طرف مشرق پدیدار شده بعد از غروب خورشید به طرف مغرب او سرخی از بالای سر انسان چی شود؟ رد شود حالا اگر شما رفتی آسمان صاف بود دیدی که حمره مشتقی یا مو سرخی طرف مشرق از بالای سر شما رد شد به طرف مغرب نماز تا بخون روزی خودت کو ولی و هنوز از آن اونام از آن نداده باشند ولو خدمت شما ارز کنم که اونا از آن قبلا داده باشند اما شما اعتماد نداری دیگه شما نگاه که خور حمر مشرقی اگر از بار سرت رد شد اولی افتار است میتونه روزی تا افتار کنه بسیار لطف کردین استاد میکنم سوال بعدی از عزیز دل ما هست با نمبر مثبت 93774 شماره آخر 8115 که در مورد ماه مبارک رمضان هست همچنان ایشان پرسیدن که آیا جنوب شدن بدون همبستری در ماه مبارک رمضان روزه را رو باطل میکنه یا خیر خدمت تونست کنم که اوی که انسان در ماه مبارک رمضان بدون همبستری جنوب میشه این ممکنه فرض های متعدد داشته باشه چند فرض داشته باشه که یکی از فرض هایش است که انسان در ماه مبارک رمضان در حالت خوابیدن محتلم شود خب جنابت محقق میشه جنابتی که در ماه مبارک رمضان به واسطه خواب بر انسان آرز شده خوی قطعا روزه رو باطل نمیکنه هیچ مشکل خاصی نداره مورد دوم و مصداق دوم است که انسان در ماه مبارک رمضان خب خدمت شما ارز کنم که عیال در کنارش بوده و بدون از اینکه قصدی داشته باشه یا کتاب کتابی چیزی داشته باشه بالاخره یک دفعه عمل جنابت اتفاق میفته که یم باطل کننده روزه انسان نیست چون نقص داشته نه غرضی داشته هیچ گپ سخنی هم نبوده یک وقتی دیگه است نه انسان خب با قصد و غرض با خودش بازی میکنه یا همسرش کنارش است باش بازی میکنه بدون اینکه عمل همبستری اتفاق بیفته که تعبیر کتابش استمناع یعنی طلب منی کردن دوست داره که انزال کنه یعنی بیایه قطعا این روزه را باطل میکنه و متاسفانه هم قضا داره و هم کفاره پس می شود در ماه مبارک رمضان جنابت حاصل بگی حاصل شود که برخی از مستاقایش روزه رو باطل نمی کنه برخی از مستاقایش روزه چی میکنه باطل میکنه که هم به دنبالش هست بله بسیار شکر خواهش عزیز دل ما با نمبر مثبت 93 73 4 شماره 12 08 سوالی داشتن که ما سوالشون رو نمیخوام به خاطر که به صورت خصوصی همکار ما کارشناس محترم این سوال به ایشان پاسخ دادن. بسیار سوال بعد این مثبت 93 78 4 شماره آخر 28 پرسان کردن که من برای که بتانم ازدواج کنم ناگزیر هستم که سالها پول به پسنداز کنم بالاخره در شرایط اقتصادی امروز بسیار هم سخت هست آیا به پولهای بنده خمس تعلق میگیره یا خیر در این زمینه حضرت آیت الله ما سیستانی و بسیاری از مراجع اعظام ازام تقلید میفرمایند که بلی پولی که یک سال برش بگذره خمس بهش چی میگیره تعلق میگیره ما مثال میزنیم جناب آقای ناصری عزیز بزرگوار و بینندگان عزیز از... مثلا کسی اول کاسبی و اول پیسه گرفتنش یا اول زمانی که اولین مزد خودش میگیره اول حمله اول حمل مزد خودش گرفته این زمین باید سر سال خمسی خودش باید چی کنه محاسبه کنه تا اول حمل سال آینده در این مسیر هر چه پول تا زمان حمل سال آینده مثلا تا زمان حمل سال آینده ای پنج لک پول چی کرد؟ جمع کرد بره. پنج لک پول جمع کرد خب پنج لک از این پنج لک یک لک از این چی؟ خمس که خمس از باز خودش تو قسمت سهم سادات و سهم امام چهار لک دیگه پاک و پاکیزه برای از این چیه؟ میمانه خب تمام شد. اینا رقم ادامه میده تا سال آینده سر سال. سال آینده سر سال مجموعه کاسیبیش کاسیبش گیشی شد مثلا 8 لک یا 10 لک شد. اما 5 لکش قبل چه کار کرده؟ پاک کرده. ده اون 5 لک دیگه خمس تعلق نمیگیره. ده این 5 لک جدید باز خمس میگیره، تعلق میگیره. 5 یک قسمت چه چی میته؟ خمس بتا. خب بعد از اینکه داد فعلا هشت لک خمس پاک و پاکیزه چیه داره این می رقم باید چیه ادامه بده پس با اون مال و دارایی هایی که یک مرتبه خمس داده دیگه خمس تعلق نمیگیره نهیدش. بله و جوش نباید بزنه انسان که حال ما پول پس انداز کردیم حال یک پنجم میشه مثلا از پیش ما رفت کم شد نه خیر خدای تبارک و طالع. برکت را که بخواید مال انسان ده عمر انسان ده اولاد انسان پر خب او خدا خودش میدانه پس این را چرت نباید بزنیم که حالا یک پنجمش رفت استمایه کم شد و نه موفق باشن ان شاء الله باشد. باشد. از جمهوری اسلامی ایران همراه بسیار محترم با نمبر مثبت مصب... 98 992 4 شماره 92 61 سوال کردند که آیا میتوان خمس خود به داماد خود داد بسیار سوال خوبی است ببین ما یه قاعده کلی میگیم خدمت شما و خدمت بینندگان از یک قاعده کلی این قاعده کلی را توجه داشته باشند انسان خمس و زکات خودش به کسی که او کس نانخور انسان حساب میشه به او داده نمیتونه مثلا پدر مادر فرزندان انسان اینا نانخور انسان حساب میشه پدری که فقیر است و خودش مثلا کار کاسبی یا فرزندی که فقیر خودش کار کاسبی ولو خانیش از ما جدایه حالا خودش عروسی کرده یا دوماتی که طرف دنبال کار خودش ولی نداره خودش و نفقه از او به گردن انسان واجبه اما دیگه نفقه داماد و نفقه برادر و نمیفهم نفقه دایی و نفقه خاله و عمه و بوله و کسای دیگه نفقه هیچ کدام از نا به گردن ما واجب نیست پس وقتی نفقی از اونا به گردن ما واجب نباشه خمس و زکات ما را در صورتی که اونا فقیر باشه میتونیم به با اونا بتیم البته چون خمس گفته خوب باید قبل قطعا سادات باشه سادات فقیر باشه که اگر داماد انسان سادات فقیر بود میتواند انسان خمس به او پرداخت بکنه مشکلی نداره استاد حدودا دو دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه و یک سال دیگه از ایزان از که بر ما روان کردن لط کردن از شما میپرسم. مثبت 93 77 4 شماره آخر 94 71 سوال کردن که اگر خانم عادت عادت ماهوارش از 10 روز بیشتر شود تکلیف چی است خدمت شما عرض کنم که حضرت آیت الله لازم سیستانی حفظه الله تعالی میفرمایند که اگر خانمی که عادت عددیه داشته باشه مثلا خانمی که همیشه 5 روز عادت میشه 5 روز عادت میشه 5 روز می حالا اتفاقا در این ماه مثلا 10 روز عادت شد یا یازده روز عادت ماهوارش طول کشید میفرماد اونمو پنج روز حیث حساب میکنه بقیهش چی حساب میکنه استحازه ولی اگر این خانم از این رقم خانما نبود یعنی دارا یک عادت عددی مشخص نبود یک ماه چهار روز بود یک ماه پنج روز بود یک ماه دیگه شش روز بود یک ماه روز, ما روز دیگه هفت یک عادتی از نظر عدد برش استقرار پیدا نکرده بود اگر ای عادت ماهیانش یا خوندیدنش از ده روز بیشتر شد فکس خود ده روز حیز حساب میکنه و بعد از ده روز حالا یک روز دو روز سه روز چهار روز استحاضه حساب میکنه استحاضه با حیز فرق داره در زمانی که خانم حیز است عبادت کرده نمیتونه روزه گرفته نمیتونه نماز خوانده نمیتونه یعنی بخونه ازش چیه باطله ولی استحاضه با توجه به مقصلایی که داره میتونه انسان روزم بگیره نمازم بخونه بله بسیار تشکر سلام باز هم خداوند توفیق داد تا با حضور بسیار ارزشمند شما در این برنامه یک برنامه در خور بلخره عزیزان تقدیم کنیم سوالات احکامشون رو پرسان کردیم برای بنده که مفید بود انشالله به رایزان هم, هم همینطور بود انشالله انشالله که در آخر ماه رمضان هم از دعای خیر خودتان ما رو فراموش نکنید انشالله سلامت, سلامت. سلامت. با شما عزیزان بودیم از ابتدا تا به این لحظه که نقطه پایانی برنامه هست امیدوار هستیم که نمبرها و سوالات شما عزیزان که خواندیم مورد توجهتان واقع شده باشه همچنان ای ارتباط سازنده را با ما بالاخره پایدار بدارید حتما حتما ای ارتباط میتوانه بر ما راه باشه برنامه خودمان به پایان میبریم و از شما عزیزان التماس دعا داریم